به نام خدا. جلسه دوم مدار الکتریکی ویژه کنکور 1400. ما تو جلسه قبلی بحث مفاهیم پایه مدار رو با هم دیگه داشتیم و تکنیک تحلیل سریع مدار رو به شما گفتم و توی این جلسه میخوایم که اون تکنیک هایی که با هم دیگه کار کردیم رو هم تمرین بیشتری بکنیم و هم اینکه یه سری نکات توی تحلیل مدارات هست که توی تستا با هم دیگه یادش بگیریم. مثال بعدی برق 72 هست که میخوایم این مدار رو تحلیل بکنیم و جریان آی رو به دست بیاریم. گفتیم که منظورمون از تحلیل مدار اینه که با هر روشی که بلد هستیم بتونیم جریان و ولتاژ مدار رو تمام شاخه‌ها و گره‌هاش رو پیدا بکنیم. چی رو به شما گفتیم که الان تو این مدار می‌خوایم با هم دیگه تمرین بکنیم؟ ببینید، من کاری به مجهول مسئله فعلا ندارم. میام با توجه به مدار تحلیل می‌کنم اون چند تا قدمی که باید برای اینکه مدار رو تحلیل بکنیم اینجا پیاده میکنیم. سلام آقای الهی. اولین نکته گفتیم اگر ما توی مدارمون قانون اوم دیدیم، قانون اوم با توجه به قانون اوم جریان اون شاخه رو بنویسیم. بچه الان توی مدار قانون اوم میبینیم؟ خب مطمئنا منظورتون همین ولتاژ ای هست که دو سر یک اوم قرار گرفته. بچه این ولتاژ ای که دو سر این قرار گرفته داره جریان این منبع وابسته رو کنترل میکنه، یعنی هر چقدر ولتاژ ای بیشتر بشه دو ای که جریان این منبع جریان وابسته هست بیشتر میشه. اوکی؟ خب من با توجه به این میتونم بگم طبق قانون اوم جریان از ولتاژ بیشتر به کمتر میشه ای تقسیم بر یک. حالا از کدوم گره شروع کنیم و جریان رو بسازیم؟ من اگه از این گوشه بخوام شروع کنم میتونم جریان یه اوم رو بنویسم، از اینجا هم میتونم شروع کنم. حالا اگه اینجا رو بخوام بنویسم چی مینویسم؟ میگم یه آی داره خارج میشه، یکم داره خارج میشه، پس مجبوره که این جریان این دو تا رو تامین کنه، یعنی یک به علاوه یه آی. خب این از طرفی از سمت راست هم برم شروع کنم، یک به علاوه ای داره به گره وارد میشه، پس از اینجا یک به علاوه ای خارج باید بشه. خب الان من جریان تمام شاخه هایی که میخوام ولتاژش رو بنویسم دارم، بقیه شاخه ها که جریانش رو ننوشتم همونطور که می‌بینید منبع ولتاژ و نیازی نیست که جریانش رو به دست بیارم. برم اینم کدوم حلقه رو پیدا بکنم، کدوم حلقه رو پیدا بکنم که بتونه جریان آی رو بهم بده. من کجا میتونم KVL بزنم؟ یکی اینجا هستش و یکی هم اینجا. حلقه سمت چپی اگه نگاه بهش بکنید همه مقادیر عددن، یعنی 2 ولت 4 آی، اینم برعکس به آی، اینم آی، یعنی با KVL سمت چپ مدار تحلیل میشه. KVL سمت چپ من اینطوری KVL رو مینویسم، یک به علاوه آی ضرب در یک به علاوه آی به علاوه 2 ولت منهای 4 آی مساوی با 0. دو تا آی و این میشه منفی 2 آی، میره اون طرف میشه 2 آی مساوی با 3 و آی برابر میشه با چقدر؟ 3/2 آمپر. خیلی راحت گزینه 1 میشه جواب این مسئله و جریانمون که آی هست به دست اومد. مثال بعدی برق 73 هستش. بچه ها یه نکته میخوام اینجا بگم و اینو یادداشت کنین تو جزوه‌تون، اینه که اگر توی سوالی یا مداری خواسته یه مسئله رو بهتون گفت، آقا میگه مثلا میخوام ولتاژ فلان مقدار بشه، جریان فلان آمپر بشه، اون خواسته یه مسئله رو برید تو مدار پیاده بکنید و مدار رو تحلیل کنید. یعنی نکته می‌نویسید اگر در صورت سوال مطلوب مسئله را دادند
مثلا وی ایکس بشه مثلا صفر، نمیدونم آی بشه یه آمپر و غیره. مطلوب مسئله رو روی مدار اعمال میکنی و مدار را تحلیل میکنی. سوال گفته میخوام وی ایکس صفر بشه. خب من میرم وی ایکس صفر رو روی مدار اعمال میکنم. خب وی ایکس میخوام صفر بشه. نکته بعدی، آقا وی ایکس که صفر بشه جریان چند میشه؟ میشه صفر دیگه، نه؟ اگر جریان یک شاخه صفر آمپر شود، حق نداریم شاخه را مدار باز کنیم. اگه مدار باز باشه یه شاخه ای جریان صفره، ولی اگه جریان صفر باشه شاخه مدار باز نیست، نمیتونیم توپولوژی مدار رو به هم بزنیم. اوکی؟ پس اینا یه مدار بازش نکنی، اشتباهی که خیلیاتون میکنید. حالا برم مدار رو تحلیل بکنم. یه مقدار نگاه مدار بکنیم. سوال گفته که مقدار وی، مقدار این منبع ولتاژه که اینجا میبینیدش با این پولاریته، چطور جریان صفر شد؟ خب ولتاژ دو سره یه مقاومت که صفر بشه، طبق قانون اوم جریانش هم صفر میشه دیگه. آی مساوی وی تقسیم بر آر. اوکی؟ خانم اجمن بیا. حالا میخوام وی رو با این پولاریته طوری به دست بیارم که این جریان صفر بشه. ببینید مقدار این منبع ولتاژ تو این مدار میتونه کاری بکنه که ولتاژ وی ایکس که دو سر مقاومت 1 اوم هست صفر بشه. خود این وی ایکس داره کی رو کنترل میکنه؟ اگه نگاه کنید وی ایکس داره این منبع ولتاژ وابسته رو کنترل میکنه. الان که وی ایکس اینجا صفره، قبول داری که 5 وی ایکس هم میشه صفر؟ اگر یه منبع ولتاژی مقدارش صفر بشه مثل اتصال کوتاه عمل میکنه. مثلا جلوش می نویسم. معادله چیه؟ اتصال کوتاه. اگه منبع جریانی مقدارش صفر بشه معادله مدار بازه. ولی مقاومت یا شاخه‌ای که جریانش صفر بشه شما حق نداری مدار بازش بکنی. اوکی؟ خب پس یه سری اطلاعات توی مدار من تونستم به دست بیارم. حالا باید برم تحلیل کنم. از کدوم گوشه شروع کنیم برای اینکه جریان‌ها رو پخشش بکنیم؟ یه گوشه‌ای رو پیدا بکنیم که بریم جریان‌ها رو پیدا بکنیم. ببین اگر من بخوام از این گوشه شروع بکنم، این جریان آی معلومه، یه آمپر معلومه، این دو آمپر هم معلومه، میتونم جریان این شاخه رو به دست بیارم. وقتی که شاخه اتصال کوتاه میشه جریان صفر نیست، میتونم صفر باشه ولی الزاماً صفر نیست. یا از این وسط میتونم شروع کنم بگم آقا دو آمپر داره میره بالا، آی تو ازش کم میشه، بقیهش میره این طرف. سوال گفتن که اگر سیم اتصال کوتاه بشه و به جایی وصل نباشه جریان صفر میشه، ولی خب اینجا این که به یه مداری وصله. خب من اونو گفتم که آقا اتصال کوتاهی که به جایی وصل نباشه جریان صفره، ولی به این معنی نیست که فقط اتصال کوتاهی که به مداری وصل نشده جریان صفره. یه مقاومت هم که دو سرش ولتاژ صفر بشه میتونه جریان صفر بشه. خانم اجمندیان میکروفونت اوکی شد؟ این طبق قانون اوم جریانش صفر شد. من خواهم یه جایی شروع کنم جریان رو به دست بیارم و به پخششون بکنم. اگه بخواهم از این وسط شروع بکنم، دو آمپر داره میاد، بقیه این جریان که اینجا باشه میشه دو منهای آی. سمت راست رو هم اگه بخوام به دست بیارم که نیازی هم نیست، اینجا آی داره میاد یه آمپر و سه آمپر ازش کم میشه، اینجا میشه چی؟ آی منهای سه آمپر. خب دیگه کجا رو نیاز دارم؟ دو منهای آی داره میاد، آی دوم ازش کم میشه، اینجا هم صفر تا ازش کم میشه، بقیهش باید بره اینجا دیگه.
می نویسم دو منهای آی منهای آی دوم. همه قبول دارن؟ خب اولین نکته قانونی که توی این مسئله داشتم و نوشتم، اینجا دو تا جریان رو هم قرار گرفتم. ببینید یه منبع جریان و این جریانی که به دست آوردم، چون خلاف جهت هم هستن باید قرینه هم باشن. دو منهای آی منهای آی دوم باید بشه منفی یک. چی چار؟ استاد چار نمیشه؟ چی چار بشه؟ دو منهای آی استاد ببخشید. بله استاد جریان سوامپر و یامپر یه آمپر هم از جا کم بشه. درست خب این اصلاحش کنم میشه آی منهای چهار. تا نیازی هم به این نداریم چون جریان شاخه‌ای که اصلا ولتاژش مشخص. خب پس اینجا شد منفی یک. سوال چی رو خواسته بود؟ گفته وی رو به دست بیارم. خب دیگه کجا میتونم کی وی ال بزنم که وی رو بتونم به دست بیارم؟ این وی رو ببین، من مثلا میتونم اینجا کی وی ال بزنم. کجا؟ اینجا. ببین از معادله بالا، حالا که ایگره بنویسیم بعد از معادله بالا هم کمک میکنیم. من مثلا میام در این جهت، مثلا در این جهت برم KVL بزنم. از اتصال کوتاه که شروع کنم، صفر به علاوه یا منهای سه آی، چون آی خلاف جهت KVL همه، میشه منهای سه آی به علاوه وی که میخوام به دست بیارم به علاوه مقاومتی که ولتاژش میخوام صفر بشه، KVL هم بسته شد. الان دو تا معادله دارم و دو تا مجهول. تو معادله بالا آی رو میتونم به دست بیارم، چقدر میشه؟ اینجا سه دوم آی دارم، یعنی که منفی سه دوم آی میره اون طرف، چه سه دوم آی یکی هم میره اون طرف میشه سه، و از اینجا آی میشه چقدر؟ دو آمپر. میذارم تو رابطه پایین و از اینجا وی میشه منفی شیش میره اون طرف، چه شیش ولت. اوکی آی شد 6. بعد واحدای این گزینه ها باید ولت باشه که آمپر نوشته شده، اینا ولت. گزینه چند جواب میشه؟ گزینه 2. همه متوجه شدن؟ ببین پس تو این تحلیل روش سری، شما اولین چیزی که نگاه بکنید تو مدار، باید نگاه بکنید که چیزی که باید شما نگاه بکنید اینه که اول از همه قانون اوم رو ببینید، بعد از قانون اوم با جریان ها KVL ذهنی بزنید، و بعد از اون اگه جریانی رو یه شاخه، دو تا جریان رو یک شاخه افتاد، شما رابطه جریان ها رو شاخه بنویسید و بعد هم KVL بزنید. سوال بعدی گفته شدت جریان آی چقدره؟ آی رو تو این مدار از ما میخواد. بچه ها اینم یه نکته، من برای همین سوال انتخاب کردم که شما اینو بدونید. اگه توی یک سوالی نکته بنویسید، اگر مقاومت ها بر حسب کیلو اوم بودن و ولتاژ ها بر حسب ولت بود، آنگاه جریان ها بر اساس چی میشه؟ طبق قانون اوم بر اساس میلی آمپر میشه. یعنی من 500 اوم رو، چون عدد اینی بزرگه، 1 کیلو اوم دارم، 500 اوم دارم، اینا رو بر اساس کیلو می نویسم. یعنی 1 کیلو رو میگم 1 تو معادلاتم و 500 اوم میگم نیم که راحت تر تحلیل کنم. جریان هر چی به دست آوردم میگم میلی آمپر، ولتاژ هم بر اساس ولت. اوکی نکتهش همین بود من که این سوال رو انتخاب کردیم، برای اینکه این قضیه رو شما باش آشنا بشید. وگرنه تحلیل این سوال خیلی راحته. اون اصولی که بهتون گفتم اگه رعایت بکنید، سوالات رو به راحتی میتونید تحلیل بکنید. اولین کاری که میکنم چیه بچه ها؟ برم بعد طبق قانون او جریان این شاخه رو به دست بیارم. ببین اینجا رو یه آی داده، این آی اشارهگر نیست، گفته این آی رو پیدا بکن. وی ایکس تقسیم بر نیم کیلو میشه جریان این، وی ایکس تقسیم بر نیم کیلو. این جریان رو دارم، اینجا یه آی ایکس داره میاد، اینجا سه تا آی ایکس، پس میتونم بگم جریان اینجا چیه؟ چهار تا آی ایکسه.
4 تا آی ایکس داره میاد، 2 تا وی ایکس ازش کم میشه، ببین وی ایکس تقسیم بر نیم یعنی 2 تا وی ایکس، پس میشه 4 تا آی ایکس منهای 2 تا وی ایکس. جریان رو ساختم، 2 تا جریان روی یک شاخه قرار گرفته، کدومو دارم میگم؟ 2 میلی آمپر و این جریانه، پس باید قرینه هم دیگه بشن، میشه 4 تا آی ایکس منهای 2 تا وی ایکس مساوی با منفی 2 میلی آمپر. به آمپر تبدیل نکنید، یعنی ضرب در بتا منفی 3 نکنید. و کیویل کجا میتونم بزنم؟ یکی از کیویل هم اینجاست و اصلا همش همینه دیگه، جای دیگه ندارم که بزنم. این کیویل رو هم با هم بنویسیم، منفی 1 به علاوه آی ایکس ضرب در 1 کیلو به علاوه 3 تا وی ایکس به علاوه وی ایکس مساوی با 0. حالا معادلات رو مرتب بکنی، میام پایین مینویسم 4 تا آی ایکس، این معادله اول رو بر 2 میتونم تقسیم کنم طرفینش رو، خب که راحت تر بنویسم، میشه 2 تا آی ایکس منهای وی ایکس مساوی با منفی 1. معادله پایینمونم یه دونه آی ایکس داره، 4 تا وی ایکس داره مساوی با 1. الان معادله پایین و معادله بالا رو نگاه کنید، معادله پایین و بالا رو در چی ضرب کنم با هم دیگه جمع بکنم که مثلا وی ایکس به دست بیاد؟ مگه معادله پایین رو در 2 ضرب بکنم با بالایی جمع بکنم، آی ایکس ها ساده میشن و اینجا میشه 8 وی ایکس و یه دونه منفی ایکس میشه 7 وی ایکس، اینم 2 اینم منفی 1 که میشه یه دونه، پس وی ایکس مون میشه یه هفتم اگه من اشتباه نکرده باشم. چی آقای هلمی گفتن استاد دو تا وی ایکس هم میشه آی؟ آره دیگه، حالا وی ایکس رو به دست بیاریم آی هم به دست میاد، در منفی 2 باید ضرب کنیم، ببخشید، آره در منفی 2 که ضرب کنیم آی ایکس ساده میشه، این میشه منفی 8 با بالا میشه منفی 9 تا وی ایکس، این هم منفی 2 با منفی 1 میشه منفی 3، پس وی ایکس ما میشه چقدر؟ 1/3 ولت. حالا وی ایکس رو دارم، سوال آی رو از من خواسته، آی با وی ایکس چه رابطه ای داره؟ قانون او آی چیه؟ آی میشه وی ایکس تقسیم بر نیم به دو برابرش که میشه 2/3 میلی آمپر. داریم تو گزینه ها؟ گزینه ها نداریم. من فهمیدم. استاد سلام، خسته نباشی. سلام، سلامت باشی. استاد این شاخه دومی از سمت راست KCLش میشه 2 تا VX برابر است با I. KCL سمت راست اینجا رو میگی؟ آره جریان همجهت I همجهت با 2 تا VX دیگه. وی ایکس تقسیم بر نیم، 4 تا آی ایکس منهای 2 تا وی ایکس 2 میلی آمپر، شما میفهمید؟ نه سمت چپی شاخه دومی از سمت راست. من صدای اینو بلند کنم، میتونم صداتون رو خیلی ضعیف دارم، یه لحظه گوشی. خب بفرم. صدا الان خوب میاد؟ بله بله من صداتون دارم. استاد این شاخه وسطی یعنی همین 500 اوه خوب. جریان آی به سمت پایین دیگه. بله. آی پس برابر است با 2 تا وی ایکس. وی ایکس تقسیم بر نیم میشه 2 تا وی ایکس دیگه. بله. خب پس آی میشه 2 تا وی ایکس. این معادله بهمون کمک میکرده. خب درسته، من تو تحلیل مدار این معادله که بوده آخر سر اومدم نوشتم. آها. شما تو تحلیلتون کاری به این مجهول مسئله ندارید. میرید هرچی که مدار به شما گفته رو طبق اون قانونی که گفتیم میرید. حالا مسئله از شما آی رو خواسته بود، نگاه میکنید که چه رابطه‌ای با وی ایکس داره. آها، یعنی نباید مثل این بالا که مثلا دوتا جریان و غیر هم جهت بود نوشین، این معادله رو اضافه میکنید؟ میتونید. چرا؟ شما میتونید این بالا خب این رابطه ای آی مساوی با دوتا وی ایکس هم اینجا اضافه کنید، ولی آی مساوی با دوتا وی ایکس درسته، این میتونی یک کم معادله استفاده کنیم و آیا وی ایکس رو به دست بیاری. آها مرسی ممنون. خواهش میکنم. ببین اگه این که راست هایین بود، من دوتا جریانی که روی یک شاخه قرار داشتن با علامت برابر، یعنی هم علامت برابر قرار میدادم، یه قرینه هم نمی نوشتم.
نکته بعدی که توی مدارات میخوام بهتون بگم، ممکنه توی سوالاتی که از شما میپرسن، این نفر داره تایپ میکنه، این سوال داره، سلام های زرقم، ممکنه از شما نسبت دوتا متغیر رو بخواد یا نسبت خروجی به ورودی. الان توی این مدار، ورودی مدار منبع جریان IS و خروجی مدار این جریان اتصال کوتاه. سوال گفته که IO به IS چقدر میشه؟ تو اینجور سوالات، حالا یه راهش اینه که شما برو IO رو بر اساس به IS به دست بیار و نسبتش رو پیدا کن. ولی یه راه راحت‌تر اینه که من جا نوشتم اگه نسبت یه متغیری که X باشه به Y رو از ما خواستن، اونی که تو مخرجه یعنی IS، یک بذار تو مدار، مدار رو تحلیل کن، IO رو به دست بیار. IO تقسیم بر یک میشه IO دیگه. یعنی IO رو شما به دست بیاری یا اون چیزی که تو صورت رو به دست بیاری میشه نسبت دو تا متغیر. خب من این مدار رو میخوام تحلیل کنم. گفته IO به IS چقدره؟ من میگم آقا IO به IS برابر با همون IO وقتی که IS رو یک بذاریم. اصلا تو عمل وقتی تو آزمایشگاه میخوای گین یه مدار رو به دست بیاری چیکار میکنن؟ تو آزمایش میان به ورود، یه ورودی مثلا 1 میلی ولت میدن آقا تو مدار، خروجی رو اندازه‌گیری میکنن، نسبت این به ورودی میشه گین مدار. اینم یعنی گین مدار، خب بهره مدار. ما این کارو میایم تو تحلیل IS رو یک و مدار رو تحلیل میکنم. اینجوری خوبیش اینه که یه دونه مجهول کم میشه تو مسئله. آقا یه آمپر داره میره بالا، یه آمپر داره میره بالا و آی تو ازش کم میشه، پس مجبوره که اینجا چقدر باشه؟ یک منهای آی باشه. خب این شاخه رو به دست آوردم. آی داره میاد اینجا به این گره وارد میشه، 6 تا آی هم داره میاد، آی او تو ازش کم میشه، بقیهش میره رو 10 اوم. پس جریان این میشه 7 آی منهای آی او و جریانی که توی 10 اوم میره چقدره؟ آقا 7 آی منهای آی او، 6 تا آی ازش کم میشه، میشه آی منهای آی او. یه نکته میخوام اینجا بهتون بگم، من به جایی که این جریان 10 اوم از این گره حساب کنم، از اینجا هم میتونستم حساب بکنم. بچه آی منهای آی او مگه جریان اینجا نیست؟ این گره، این شاخه، این شاخه کوچولو رو میبینی اینجا؟ هر کی فهمید بگه. آی منهای آی او این تیکه اینجاست. این جریان تو این دوتا شاخه پخش میشه، از تهش خارج میشه. یعنی من کاری به اینم میتونستم نداشته باشم، بگم آی منهای آی او داره میاد تو این شاخه کوچولوه، از تهش باید خارج بشه. حالا برم KVLامو بنویسم. یه KVL میتونم اینجا بزنم، یه KVLم اینجا. برای اینکه یادآوری بشه جلسه قبل، بهم بگید که آیا من دوتا KVL زرد و آبی رو که بنویسم، آیا نیازه که یه KVLم بزرگ بنویسم؟ قرمز؟ نه، چون ترکیبی از اون دوتا KVLه و معادل جدیدی به شما نمیده که دردی رو دوا بکنه. خب KVL همونو بنویسیم. من این KVL اینو مثلا در جهت چپ مینویسم، از اتصال کوتاه شروع میکنم، 0 منهای آی به علاوه 9 ضرب در 1 منهای آی مساوی با 0. KVL آبی هم اینطوری مینویسم، از اتصال کوتاه شروع میکنم، 0 به علاوه 10 ضرب در 7 آی منهای آی او به علاوه 10 ضرب در آی منهای آی او مساوی با 0. معادله بالا چون یه دونه مجهول داره، همینجا حسابش بکنیم دیگه. منفی آی او منهای 9 تا آی میشه منفی 10 تا آی و آی بره اون طرف چه 10 تا آی میشه 9 دهم، درسته؟ تو معادله پایین
این آی رو به دست. تو معادله پایین چند تا آی دارم؟ 70 تا آی اینجا، اینجا هم 10 تا میشه 80 تا آی. منفی 10 تا آی او، این هم میشه منفی 20 تا آی او مساوی با 0. بر 20 که تقسیم بکنم میشه 4 تا آی، آی هم بذارم 9 دهم منهای آی او مساوی با 0. و از اینجا آی او چقدر میشه؟ 4 نوت 36 تقسیم بر 10 میشه 3 و 6 دهم آمپر. همه فهمیدن؟ روشی که به شما یاد دادم یه روتینه که هر مداری جلوی شما بذارن شما میتونید تحلیل کنی و گیج نمیشی. KVL اضافه نمیزنی، KCL اضافه نمیزنی و روند حل مسئله رو از اول تا آخر کامل یاد، یعنی میدونی که چیه. مثال 17-2 این به عنوان تمرین باشه، تو جلسه حل تمرین حل میکنم چون چیز خاصی نداره. فقط نکتهش اینه که گفته میخوام این مدار مثل تقویت کننده عمل کنه. اگه بخواد یه مداری تقویت کننده باشه باید نسبت خروجی به ورودی بزرگتر از عدد 1 بشه. یعنی تو این مسئله شما کافیه VO به VS رو پیدا بکنی بزرگتر از 1 باشه. حالا VO به VS رو طبق نکته که تو سال قبلی گفتیم کافیه VO رو پیدا کنی وقتی که VS رو 1 بدی بزرگتر از 1 باشه. مثال 18-2 در مدار زیر شدت جریان IS رو گفته تو پیدا کن که منبع ولتاژ وابسته صفر بشود. جریان منبع ولتاژ وابسته جریان منبع ولتاژ وابسته کدومه؟ قبول داری که این منبع وابسته رو داره میگه؟ این جریانش میخواد صفر بشه. پس این جریان اینجا رو من صفر آمپر میذارم. و با توجه به این میرم جریان و ولتاژ رو به دست میارم. خب. بچه ها اینجا که صفر باشه خب طبیعتاً اینجا هم صفره دیگه. این جریان این شاخه میشه چقدر؟ میشه سه بی. 3 ولت نیست، 3 ویه. یعنی چی؟ این وی که اینجا 3 وی داریم منبع جریان داره این رو کنترل میکنه. اوکی؟ پس اینجا 3 وی. دیگه چی میتونم بگم؟ قانون اوم هم دارم. اول از همه قانون اوم رو بنویسیم. این جریان چقدر میشه؟ V1/4. پس من میتونم بگم این جریان 3 وی به علاوه V1/4. دیگه چی؟ آقا این جریان اینجا رو دارم، یه آمپر هم دارم، اینم دارم، جریان 5 اوم هم میتونم بنویسم. چون همه دارن از این گره خارج میشه، ببین چون همه دارن از این گره خارج میشن پس اینجا باید وارد بشه به گره که برابر جمع اونا، یعنی 3 V به علاوه 1 به علاوه V1/4. اوکی؟ حالا قوانینی که داریم رو باید بنویسیم. دو تا جریان رو هم قرار گرفتن و خلاف جهت هم هستن. پس IS برابر با 3 V به علاوه V1/4. KVL هایی که میتونم بنویسم کجاست؟ یکی این حلقه کوچیکه خلاف جهت هم هستن، منفی باید بنویسیم. باریکه یکی این حلقه کوچیکه دیگه کجا؟ بچه ها منبع جریان دارم ولی چون ولتاژش مشخصه این هم میتونه جزء KVL ما باشه. به جای که اینجا KVL رو ببندم میام این کارو میکنم، چون اینجا جریانش یه مقدار عجل نفته میام از اینجا میبندم. فکر کنم اینو داره راحت تر، مهم نیست حالا اونجا هم میتونه، ولی این هم میتونه KVLتون باشه، فرقی نمیکنه. حالا من اینجا رو ولی این چون در 5 باید ضرب بشه ممکنه جای اشتباه بکنیم. خب برای همین من میام KVL رو اینجا میبندم. اعداش اینو داری ساده تره نه؟
آیا نیازه که من تو حلقه کوچیک KVL بزنم؟ الان با توجه به این تو حلقه ای که انتخاب کردم؟ حالا KVL ها رو بنویسیم. KVL زرد. من در این جهت میزنم. 5 ضرب در 3 وی به علاوه 1 به علاوه وی 1 چهارم به علاوه 3 وی به علاوه 2 تا وی 1 مساوی با 0. یه خودم مرتبش کنیم. چند تا وی دارم؟ 15 تا اینجا، اینم 3 تا میشه 18 تا وی. چند تا وی 1 دارم؟ 2 تا و 5 چهارم. درسته دیگه، 2 تا وی 1 دارم، اینم 5 چهارم. 2 4 تا 8 تا و 5 تا میشه 13 چهارم. عدد ثابتمون هم که 5 ضرب در 1 بره اون طرف میشه منفی 5. KVL بعدیمون KVL آبیه، منفی V منهای V1 به علاوه 3 V به علاوه 2 تا V1 مساوی با 0. خوشگلش کنیم میشه 2 تا V به علاوه V1 مساوی با 0. درسته؟ بایی من سه تا معادله دارم، 1، 2 و 3. سوال از من آیه اس رو خواسته، سه معادله سه منشون. من اگه وی یک و وی رو از این دوتا معادله به دست بیارم تو معادله خب حالا برای اینکه اینو حلش بکنیم، اگر شما با ضرب یک عدد تو معادله پایینی یا جاگذاری یکی تو معادله بالایی میتونید که مسئله رو حل بکنید، با کرامر حل نمیریم جلو. درسته؟ ما وقتی از کرامر استفاده میکنیم که نتونیم حذف کنیم. خب مثلا اینجا فرض کنیم اینجا 5 باشه ضریب، مثلا این فرض کنیم 3 یه چیزی باشه که نتونم به راحتی دوتا رو با هم دیگه ساده بکنم. ولی اینجا چون معادله پایین خیلی راحت داره میگه که 2 برابر وی وی 1، من مثلا به جای 18 تا وی میذارم منفی 9 تا وی 1. ولی اگه روش کرامر رو میخواید یاد بگیرید، الان بهتون یاد میدم کرامر رو. ببینید نه سوال گفته بود میخوام جریان دوم صفر بشه، خود سوال گفته بود که جریان منبع ولتاژ وابسته صفر بشه. خب جریان این منبع ولتاژ که صفر بشه با این سریه دیگه، اینم صفر. استاد وقتی جریان صفر میشه رو خود منبع وابسته تأثیر نمیذاره؟ خیر. جلسه قبلی گفتیم که منبع ولتاژ یعنی چی تعریفش؟ منبع ولتاژ میگه که جریان من هر چی میخواد باشه باشه، ولتاژ من اینه. یعنی منبع ولتاژ اگه جریان صفر بشه ولتاژش بازم 2 ولته، 2 وی 1. منبع ولتاژ این فقط وابسته به وی 1، کاری به جریان خودش نداره. وقتی جریان مقاومت صفر باشه ولتاژش هم صفره طبق قانون اوم، وی مساوی آی آر. من میخوام اینو حلش کنم برای اینکه کرامر رو به شما بگم. برمیگردیم درسنامه ببینم کجا اینو گفتیم. اینجا رو ببینید بچه ها. خب چجوری نوشته اینو؟ خب نوشته. خب ببینید بچه ها، فرض کنید یه دستگاه معادله داریم، دو معادله دو مجهول. اوکی؟ دو معادله دو مجهول، مثلا 2 تا x به علاوه 3 تا y مساوی با 5، 5 تا x به علاوه 4 تا y مساوی با 10. مثلا میخوام x و y رو به دست بیارم. وقتی که شما x و y به دست بیارید، اولا مرتبشون کنید و برای محاسبه x و y شما اگه x رو خواستی پیدا کنی، یعنی متغیر اولتون رو خواستیم به دست بیارید، اولا تو مخرج دترمینان ضرایبه، یعنی آ1 ضرب در b2
مینهای بی 1 ضرب در آدو اینجوری تو مخرج میده ترمینال برای دیگه قطر اصلی مینهای قطر ضرب قطر فرعی. توی صورت وقتی ایکس رو شما میخوای شما جواب ها رو میذاری تو ستون اول. ببین ما الان تو مخرج رو فهمید همه دترمینال تو صورت ببینید همون جواب ها همون ماتریس پایینه ولی چون x ستون اوله جواب ها رو میذارم اونجا. حالا دترمینال رو بنویس c1 ضرب در b2 منهای b1 ضرب در c2. نه نوشته با نوشته من های B1 A2 یه منفی میذارم خب زمینه این من جلسه بعدی درستش بکنم بهتون بگم یعنی اینجا بکنم اشتباه تایپی داره بذار جلسه بعدی این درستش کنم بهتون بگم فعلا این هست بیار بریم جلو چون باید درستش بکنم ایراد دست کجا بودیم برگردیم رو سوال. خب اون صفحه رو باید درستش بکنم بعد بزن. حالا فعلا اینو با روش حذفی حلش کنم. ببینید من خواهم با روش حذفی اینو حلش بکنم. اولا که مرتب کردن همیشه انجام بدید که بدونید که چی به چی. من میتونم الان چون اینجا جوابم سره میتونم آقا به جای دو تا وی یک بذارم منفی وی یک تو رابطه بالا. یا به جای V1 بذارم منفی V خب عجو که دوست داری من میام آقا به جای 2 تا V منفی V1 یعنی 18 تا V میشه منفی 9 تا V1 یا اگه به جای V1 بخوام بذارم 2 تا V اینطوری میشه میشه 18 تا V به علاوه 13 چارم به جای V1 میذارم منفی 2 V مساوی با منفی 5 الان V رو میتونم پیدا بکنم منفی دووی این میشه منفی 13 دوم و مخرجم دوه این میشه 30 اینم که مخرج شد دو منهای 13 ضرب در وی مساوی با منفی 5 از اینجا 36 منهای 13 چقدر میشه 23 23 دوم وی مساوی منفی 5 پس وی میشه منفی 10 تقسیم بر 23 قبوله؟ بذارم تو معادله دومی وی 1 هم به دست میاد وی 1 میشه منفی 2 برابر وی میشه به علاوه 20 23 وم قبوله؟ حالا که وی و وی یک رو دارم تو معادله یک قرار میدم تا آی اس به دست بیاد. معادله یک منفی آی اس مساوی با سه تا وی. سه تا وی یعنی منفی ده بیست و سوم به علاوه چی؟ وی یک چهارم. 23 وم تقسیم بر 4 خب این رو حساب میکنم IAS بچه ها اینجا رو ببینید 23 مخرجمونه منفی 3 تا اینجا اینجا هم 5 تا میشه چقدر منفی 25 تا اینم که منفیش میاد اینجا میشه 25 0 وم IAS میشه 25 0 وم گزینه 1 من فهمیدم پس چند تا نکته اینجا توجه داشته باشید. آقا منبع ولتاژ جریان صفر بشه ربطی به مقدار ولتاژش نداره. جریان اگه صفر بشه نمیتونی مدار باز بکنی. و دیگه چه نکاتی تو این مسئله یاد گرفتیم؟ همین. سوال بعدی. سوال بعدی کامپیوتر 79 مقدار Vx و Vy رو تو این سوال خواسته. Vx ولتاژ 2 اوهمه. وی وای هم ولتاژ این مقاومت 1 اوم با این پولاریتی این سوال خیلی سختی نیست یعنی میتونیم به عنوان تمرین بذاریمش سوال جوندارتری حل بکنیم ببینم
این هم سوال راحتیه که میتونید خودتون حل کنید، تو جلسه تمرین ما هم حل میکنیم. سوال بعدی، مدار زیر منبع جریان، مقدار منبع جریان IS در صورتی که I صفر باشه، جریان I میخواد صفر باشه، مقدار منبع جریان IS رو میخواد. شما کافیه که مقدار مقدار I رو صفر بذاری و مدار رو تحلیل بکنی. این هم نکاتش رو تو سوالات قبلی به شما گفتم. مقدار ولتاژ VAO رو میخواد. این هم سوال راحتیه. این سوال. ببینید بچه ها، توی یک مدار مقاومتی، مداری که ما الان داریم همشون مدار مقاومتی هم، چون چیزایی که تو مدارمون هستن، المانایی که تو مدار هستن مقاومتن و منبع ولتاژ جریان و اتصال کوتاه اینجور المان ها، ما خازن و سلف و اینا نداریم. تو مدارات مقاومتی جنس متغیر خروجیمون هم جنس با ورودیمون، یعنی اگه مدارمون منبعش دی سی خروجیمون هم از این جنسه، یه عدد میشه. ولی اگر مثلا مثل این مسئله منبع ورودیمون نماییه، میبینید ای به قوه منفی دو تی یو اتی یا ای به قوه منفی تی یو اتی، اگر از این جنس باشه خروجی مدارمون هم، حالا ولتاژ جریان های مدارم از این جنسه. اوکی؟ اگه منبعمون سینوسی باشه خروجی مدارمون هم، متغیرهای خروجی مدارمون هم از همون جنس میشه. و نکته که باید بدونید که آقا منبع هر چی میخواد باشه تأثیری تو روش تحلیل ما نداره، چون مدارمون مدار مقاومتیه. ولی این سوال اگه سلف و خازن داشت خب داستان عوض میشد دیگه، بستگی داشت که این ورودی چیه، یا سینوسی باشه میشه حوزه فازور، اگر نمایی باشه حالا با لاپلاس یا حوزه زمان باید تحلیل میشه که حالا فصل‌های بعدی اینو یاد میگیریم. خب گفته سوال آلفا رو طوری پیدا کن، آلفا چیه؟ این ضریب منبع وابسته که شدت جریان مقاومت دو اوهمی، دو اوهمی اینه باشه چی؟ یک دوم ای به قوه منفی تی یو اتی. خب یو اتی هم بعدن میفهمی که چیه، فعلا فقط شکلش رو نگاه کن. میخواد این جریانه بشه یک دوم ای به قوه منفی تی یو اتی. من چیزی که خواسته رو مدار پیاده میکنم، حالا مدار رو تحلیل میکنم، قانون اوهم دارم، پس اینجا میشه جریانش میشه چی؟ میشه وی. و جریان این شاخه هم با توجه به این که من KCL ذهنی می نویسم اینجا میشه یک دوم ای به قوه منفی تی یو تی منهای وی. دیگه چی میتونیم بگیم؟ آقا جریان این شاخه رو نداریم، از کجا کمک بگیریم؟ اینجا رو، اینجا که جریانشو من نمیدونم چیه، پس مجبورم یه جریان واسه این تعریف کنم. چی بنویسیم؟ مثلا بنویسیم آی ها، یه آی اینجا مجبوریم که تعریف کنیم، چون من مقدار جریان این رو ندارم، اگه اینو داشتم با این جریان بازی میکردم دیگه، اینجا جریانش به دست میاد. خب حالا KVL هایی که میتونیم رو بنویسیم، یه KVL اینجا میشه نوشت و یه KVL هم اینجا، KVL زرد ای به قوه منفی ببخشید منفی دو تی یو تی به علاوه آی به علاوه آلفا وی مساوی با صفر. یه KVL آبی دارم منفی به علاوه دو تا دیگه آی آر نمی نویسم، چیزی که مسئله گفته رو میذارم به جاش، دو ضرب در یک دوم ای به قوه منفی تی یو تی به علاوه وی مساوی با صفر. بله این منفی میشه چون از منفی مثبت دارم میام. خب و دو جریانم رو هم قرار گرفته،
که ای به قوه منفی تی یو تی منبع جریانه برابر میشه با یک دوم ای به قوه منفی تی یو تی منهای وی. کیویل زرد میگن نیاز نیست. باشه ما معادله نوشتیم، حالا اونایی که نیاز هست و نیست اینجا تو کیویل پیدا میکنیم. ببین سوال از من چی رو خواسته؟ آلفا رو خواسته. خب آلفا تو معادلات نگاه کنید، الان چند تا مجهول دارم، یه دونه ویه، یه دونه آیه، یه دونه آلفا. ولی این چرا اینجوری شد؟ ولی دوتا معادله بعدی رو که نگاه کنیم فقط بر اساس آلفا و وی هم. یعنی من تو این دوتا معادله چون دوتا مجهول دارم، دوتا معادله میتونم از همین دوتا فقط مسئله رو حل بکنم، نیاز معادله اول نیستش. من میتونم وی رو از معادله پایین بذارم تو معادله بالا و ببینم آلفا چقدر میشه. درسته؟ پس این دو و این سه. وی تو معادله پایین بذارم بالا، بی ضریب وی تو معادله بالا چنده؟ یک منهای آلفا دیگه. یه دونه منفی آلفا دارم با یه دونه یک میشه یک منهای آلفا. ضرب در وی. ویم چیه؟ از معادله پایین میشه یک دوم ای به قوه منفی تی یو تی منهای ای به قوه منفی تی یو تی به علاوه دو ضرب در یک دوم که میشه یک ای به قوه منفی تی یو تی مساوی با صفر. اوکی؟ ساده ترش کنی؟ آقا یک دوم ای به قوه منفی تی یو تی منهای ای به قوه منفی تی یو تی میشه چقدر؟ میشه منفی یک دوم دیگه. درسته؟ پس یک منهای آلفا در منفی یک دوم ای به قوه منفی تی یو تی به علاوه ای به قوه منفی تی بی مساوی با صفر. از ای به قوه منفی تی یو تی فاکتور بگیریم، ای به قوه منفی تی یو تی فاکتور بگیرم، از این چه میمونه؟ آلفا منهای یک میمونه، از اینم شما نکردین؟ قسمت دوش هم میمونه، منفیش اینو جا به جا میکنه به علاوه یک مساوی با صفر. برای اینکه این معادله صفر بشه یا باید این طرف صفر بشه که خب این به ازای تی مساوی بی نهایت صفر میشه، کاری به این نداریم، ما آلفا رو میخواییم توی تعیین کنیم که این معادلات رو ارضا بکنه. پس این عبارت باید صفر بشه. آلفا منهای یک تقسیم بر دو به علاوه یک میخوام صفر بشه. خب این بره اون طرف میشه منفی یک دوم، آلفا میشه یک دوم. نه، یکه میره اون طرف میشه منفی یک میشه منفی دو، آلفا میشه یک، آلفا میشه منفی یک. اوکی؟ این سوال هدف این بود که آقا شما کاری به جنس ورودی نداشته باشید، تحلیلتون همونه به شرط اینکه مدار مقاومتی باشه. کس سوال نداره؟ اگه سوال آی رو خواسته بود، مثلا جریان این شاخه رو خواسته بود، من الان وی رو دارم، آلفا رو هم دارم، میتونم آی رو به دست بیارم از معادله اول، از این معادله. بفرمایید. سلامت باشید. استاد من چند تا سوال بود الان هرچی کشتم پیداش نکردم، سری قبلی حل کرده بودم. مثلا اومده بود ولتاژای رو داده بود، بعد مثلا گفته بود ولتاژ مثلا گره اینجا وی یک، یه جای دیگه وی دو، این حالتی. بعد توپولوژی مدار به یه صورت ببخشید استاد من خورده سرمو خوردم صدام بده، یه جوری بود توپولوژی مدار که میخواستیم جریان برایش خواب کنیم، مثل این سوال مدارش خیلی بیشتر میشد، تقریبا
اون 7-8 سوالی که حل کردم یه حالتی بود که بیشتر با حالت KCL حل میشد، مشغولاش کمتر بود. گفتم اینم حالا اگر مثلا توی سوالی که بیشتر ولتاژ ها رو داره روی اون گره KCL بزنیم جواب میده یا نه اون راهی که شما گفتید مثلا پیش بریم بهتره. حتی این سوالایی هم که من گفتم سوالات کنکور نیستن، ایشون مثلا در سطح کنکورم نبود. بله همون سوالی که شما میگی با KCL هم حل میشه، همین پخش جریان رو که روش انجام بدی، خب جریان رو جریان بیفته، همون حکم KCL رو داره. ولی یه سوالی که اگه آره تو کنکور اینجوری نمیدن که خیلی گره هاش زیاده، آره به جایی هست که مثلا شما KCL بزنید راحت تر حل میشه. از این هم سوال کنکوری نبود که من، ولی همون KCL هم معنیش همین به قول معروف بازی با جریان هست که آره جریان رو جریان بیفته روی شاخ. درست، ممنون استاد. خواهش کن. ولی خواهشی که از همتون دارم، مثلا اونایی که سوال تو کلاس میخوان بپرسن، جلسه بعدی حتما میکروفونشون رو فعال بکنن. جمله نمایی رو به خاطر یویتی نمیتوانیم مساوی صفر قرار بدیم. چرا؟ یویتی یه تابه است که میگه آقا برای تی بزرگتر از صفر این مقدارش غیر صفره و قبل از صفر صفره. سوال نگفته که به ازای چه تی به قول معروف این اتفاق میفته و جریان دومی مثلا این میشه. اگر تی رو از ما خواسته بود، من میتونستم بگم که آقا برای اینکه این صفر بشه تیم باید بی نهایت باشه یا تی کوچکتر از صفر، چون یویتی برای تی های کوچکتر از صفر صفره. یعنی این معادله برای تی مساوی با مثبت بی نهایت صفر میشه، برای تی کوچکتر از صفر هم صفر میشه. یعنی تو این زمانها این معادله صفر میشه. به تبع این اتفاقی که میفته اینه که جریان این شاخه میشه همون چیزی که سوال خواست، ولی که به ازای تی صفر میشه. جان میگم مثبت یک نمیشه، من هر جور حساب کنم منفی یک. این آره ببین یک بنویسم که منفی، بعد یک دوم هم تقسیم بره، اما منفی یک بشه میشه مثبت. این الفا منها یک میشه منفی دو، درسته؟ بله. منفی یک که میره اون طرف میشه منفی یک. بله ممنون. اوکی ساعت چنده؟ خب ساعت 5 شروع کردیم دیگه. جریان اتصال کوتاه رو از ما خواسته تو این سال. جریان اتصال کوتاه کجا هست؟ اتصال کوتاه ها شکل ها جابجا شده، از اتاق فرمان میگن که آره اینو باید داریم اون طرف. نمیذاریمش اینجا، اینم میبریمش اینجا. خب آقا جریان اتصال کوتاه رو از ما خواسته. یه نکته ای خیلی ها دیدم که میگن که آقا جریان شاخه اتصال کوتاه جریان رو به خودش میکشه و این جریان اتصال کوتاهه که اینجا میبینی پنج آمپر داخل و جریان اتصال کوتاه میشه 5 آمپر. آقا این درسته یا غلطه؟ غلطه. ببین این ادعا وقتی درسته که شما یه اتصال کوتاه که داری خب موازی باشه با یه سری مقاومت و منبع جریان مستقل، خب اینطوری. ولی اگه مثلا مثل اینجا اتفاقی بیفته که یه منبع جریان دوتا آیه ایکس دارم که داره جریان رو از این گره کم میکنه، درست شد؟ درسته این اتصال کوتاه این جریان رو میخواد بکشه داخل خودش،
اینجاها هم اگه جریان داشته باشیم میکشه داخل خودش، ولی این دوتا آیه ایکس داره جریان از این شاخه کم میکنه. اوکی، پس این داستانو از ذهنت دور کن و قاعده قانون اگه از قبل یاد گرفتی کلا فراموش کن. اگه چیزی نیاز باشه، نکته باشه، من بهتون میگم. هر چیزی از قبل شما یاد گرفتید حالا به اشتباه یا درست کلا پاک کنی از ذهن خود. خب آقا جریان اتصال کوتاه رو میخوام، پس باید دارم مدار رو تحلیل بکنم. شکل مدار رو میارم پایین، از کجا شروع بکنیم؟ از این گره باید شروع کنیم دیگه، نه؟ اون طرف خیلی مشغول و زیاده. الان گره قرمز رو ببینید، 5 آمپر داره وارد میشه، آی شورت سیکت خارج میشه، دو تا آی ایکس هم خارج میشه. پس این جریان من آی شورت سیکت من های دو تا آی ایکس. ببین نکته ای نبود که به دردتون بخوره، اصلا اونا به نظرم فراموشش کنین، چون چیزی به درد بخوری نیست، یه چیزی که اشتباه تو دانشگاه بهتون گفتن، برای این آنگه توضیح نمیدم در موردش. به درد ما نمیخوره اصلا، میخوام بگم که جایی استفاده بکنیم. این جریان اومده اینجا، یه دونه آیه ایکس دیگه ازش کم میشه، این جریان میشه، میشه 5 می شورت سیکت منای 3 تا آیه ایکس. این جریان میاد تو این گره، 3 آمپر کمکش میکنه، دو تا آیه ایکس هم کمکش میکنه، این جریان ساخته میشه، میشه 5 منهای جریان اتصال کوتاه، دو تا آیه ایکس کمکش کنه میشه منفی یه دونه آیه ایکس، این 3 هم با 5 جمع بشه میشه 8. حالا کجا میتونم کی بی ال بزنم؟ یکی اینجا، و یکی هم اینجا. صفر به علاوه این 5 منهای آی شورت سیکت منهای دوتا آی ایکس ضرب در یه اوه میشه، به علاوه آی ایکس میشه مساوی با صفر. کیویل آبی اینم اینطوری کیویل میزنم، منفی آی ایکس به علاوه 5 منهای جریان اتصال کوتاه منهای 3 تا آی ایکس به علاوه 8 منهای شورت سیکت منهای آی ایکس مساوی با صفر. مرتبشون بکنیم. ببین این معادله اولی رو وقتی که مرتب میکنه همه یه منفی دارن، توی منفی هم ضربش میکنه میشه آی ایکس به علاوه آی شورت سیکت مساوی با 5. 5 میره اون طرف میشه منفی 5، توی منفی هم ضرب بشه میشه 5. معادله پایین چند تا آی ایکس دارم؟ منفی آی ایکس و منهای 3 تا میشه منفی 4 تا، منفی 5 تا، توی منفی هم ضربش کنیم میشه 5 تا آی ایکس. چند تا شورت سیکت دارم؟ منفی 2 تا، توی منفی هم ضرب میکنم، عدد ثابتمون 13 میره اون طرف میشه منفی 13، تو منفی ضرب بکنم میشه 13. خب جای اشتباه کردیم بگیم، مشکلی هست؟ خب اینو میخوام حلش کنم، به روش حذفی میخوام این حل کنم. معادله بالا رو در من دارم با پایینی جمع هم، آیا شورت سیکت ها از بین میره، ولی سوال آیا شورت سیرکت رو خواسته، پس میام آی ایکس رو یه جوری حذفش کنم، ضرب در منفی 5 کنم پایین، ضرب در منفی 5 پایین جمع کنم آی ایکس میشن، این میشه منفی 5 تا آی شورت سیرکت، اینم دو تا میشه 3 تا آی شورت سیرکت، منفی 25 و 13 میشه، منفی 25 و 13 میشه چقدر؟ منفی 12 اگه اشتباه نکنم، و آی شورت سیرکت میشه 4 آمپر. صدا اوکیه برای؟ صدا منو خوب دارید؟ چهار امتحانم؟ اگه یه نفر خوب داشته باشه یعنی که کار نداره، مشکل از نتشه. برای همه قطع و بسته؟ اجازه بدید.
خب الان صدا چطوره؟ یک دو سه چهار. یک دو سه چهار امتحان میکنم. صدا خوبه؟ صدا خوبه؟ صدا هنوز بده؟ یک دو سه چهار امتحان میکنم. اگه صدا اوکی شد بگی. صدا خوبه؟ خب بریم جمع. سوال بعدی گفته ولتاژ وی او تو این مدار چقدر؟ ولتاژ وی او تو این مدار چقدر؟ یه مروری کنیم چند تا سوال دیگه مونده؟ آن سوال بعدی که سوال قشنگیه، اینم خیلی قشنگه، برق 91 سوال خوبیه. بعدشم این چند تا سوالو. سوال بعدی گفته ولتاژ وی او تو این چقدر هستش؟ بازم از همون روش استفاده میکنی و مدار رو تحلیل میکنی. بچه یه نفر میکنه شوشنه، اگه سوالی نداری میکنه خاموش کن. میخوام وی او رو پیدا بکنم. قانون اوهم اگه داریم بنویسیم، اینجا قانون اوهمه درسته؟ میشه دو تا وی او، وی او دو سر یک دومه. این جریان آی دوه، پس نتیجه میگیرم که این جریان میشه دو تا وی او به علاوه آی دو. دیگه چی میتونیم بگیم؟ این طرف دو تا آی دو داره میاد و این جریان داره ازش کم میشه، پس جریانی که باید اینجا بره میشه دو تا آی دو منهای دو تا وی او منهای آی دو، که میشه دو تا آی دو که حالا یه دونه آی دو ازش کم بشه میشه آی دو منهای دو تا وی او. همه فهمیدن؟ جریان ها رو ساختیم، بریم ببینیم که کیویل کجا میشه زد. یه کیویل اینجا داریم که حالا داره میگه قا وی او برابر اینه. یه کیویل اینجا دارم جریان موازی با این شاخه، و یک کیویل دیگه هم میخوام که یه رنگ دیگه میخوایم، سبز. اینجا هم یک کیویل میتونیم بزنیم دور مدار. سه تا کیویل. یکی از کیویل هامون میگه وی او برابر با دو تا وی یک، و کیویل آبی چی میگه؟ میگه وی یک برابر با 14 ضرب در آی دو منهای دو تا وی او به علاوه 10. کیویل بیرون مدار چی میگه؟ میگه وی او یا منهای وی او، حالا اون طرفی بزنیم شاید بهتر بشه، اینجوری من کیویل میزنم، منفی وی یک به علاوه یک دوم در دو تا وی او به علاوه آی دو به علاوه وی او مساوی با صفر. درسته؟ الان سه تا معادله دارم و سه تا مجهول. بعد که شما سه تا معادله داری و سه تا مجهول، باید تبدیلش بکنی به دو معادله دو مجهول و اینم اینه اینم این سبز است. ببینیم وی او میتونم هر وی او بذارم مثلا توی معادلات. صدا قطع هست. بله صدا قطع خیلی قطع هست میشه. آها خب بخوایم یه کار کنیم، یه آنتراک بدیم الان تو من برمیگردم صدا هم بهتر بشه. باش من. پس ساعت 6:30 بعد